این چهره غم انگیز هنری که کمتر دیده شده، چهره فرامرز صدیقی، پیشکسوت بازیگری که دوران سختی رو در کهنسالی داره میگذرونه. توی این ویدیو همراه ما باشید، راجع به این بازیگر و وضعیت الانش صحبت میکنیم باهاتون. سلام دوستان، به کانال خودتون، کانال میم تیوی خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حالتون خوب باشه. ویدیو امشبمون راجع به یکی از پیشکسوت‌های سینما و تلویزیون و تئاتر فرامرز صدیقی که بیش از 50 60 سالی هستش که توی عرصه‌های مختلف فعالیت داره و هم در نقش بازیگر و هم کارگردان آثار ماندگاری ازش دیدیم، ولی خب یه 10 سالی هستش که ازش هیچ خبری نیست، تا اینکه امروز پرویز پرستویی یه عکسی از ایشون منتشر کرد که پرویز پرستویی توی پیجش این عکس رو از فرامرز صدیقی منتشر کرد و توی کپشن پستش اینجوری نوشت: عزیزان هنرمند، خانواده محترم سینما، مردم سینما دوست، این عکس کیست؟ شک ندارم خیلی هایتان او را نمیشناسید. این عزیز هنرمند یکی از فارغ التحصیلان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران است. یکی از بازیگران خوب تئاتر است، یکی از بازیگران خوب تلویزیون است، یکی از بازیگران خوب سینما است. ایشان کارگردان فیلم سینمایی تومه است. ایشان با کارگردانهای خوب سینما کار کرده است. با خسرو ارتاشیان، برهنه تا ظهر با سرعت، علی آتمی دلشدگان، مسعود کیمیایی دندان مار و غیره. او کسی نیست جز هنرمند باسواد و خوش اخلاق و خوشتیب آقای فرامرز صدیقی. بنده کوچکترین حداقل در این چند ساله اخیر دو بار پست گذاشتم که از فرامرز صدیقی چه خبر. در فیلم قاتل اهلیه آقای کیمیایی به دنبالش رفتن، حتی حاضر نشد درب خانه رو به روی عوامل تولید باز کنند. حالا خوب، او را تماشا کنید. خوب، اینه سینمای ما. تا هستی هستی، وقتی نیستی انگار که اصلا وجود نداشتی. دیگه نمیدونم و نمیتونم چیزی بنویسم، دیگه خود دانی. که چند ساعت بعد از این پست پرویز پرستویی، وزیر ارشاد یه استوری گذاشت و نوشت که ضمن تشکر از آقای پرستویی عزیز به رئیس سازمان سینمایی و مدیر عامل صندوق اعتباری هنر دستور رسیدگی داده شده، انشالله در اسرع وقت پیگیری خواهد شد. که ما هم امیدواریم که سریعتر به وضعیت این هنرمندمون رسیدگی بشه و این روی تلخ سینما رو نبینیم. اما اسقر نعیمی کارگردان هم یه مصاحبه امروز انجام داد و گفتش که فرامرز صدیقی حسابش رو با سینما تسویه کرده. چند ماه پیش هم پیشش بودم و باهاش صحبت کردم. حالا عمومیش خوبه، ولی گفت دیگه علاقه ای نداره که بازیگری کنه و خسته شده و میخواد مثل مردم عادی زندگی کنه. توی این سال هم پیشنهادهای خوبی برای بازیگری داشته، ولی گفته که دیگه نمیخواد به بازیگری برگرده. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. یادتونم نره که از ما حمایت بکنید و لایک و کامنت و سابسکرایب رو بزنید. الان روی صفحه چند تا ویدیو دیگه به شما پیشنهاد داده شده که میتونید در ادامه اونا رو هم تماشا بکنید. همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.